سلام دوستان، رکو هستم و با یک برنامه دیگه از باید بدانیم با شما هستم. در این برنامه از باید بدانیم به معرفی ورزشکارانی که ایران را برای همیشه ترک کردن میپردازیم. لطفاً قبل از هر چیز از این قسمت در زیر همین ویدیو عضو کانال ما شوید و برای اطلاع از آخرین ویدیوهای ما زنگوله کنارش را بزنید. ورزش ایران مانند سایر رشته‌ها روزهای پرتب و تابی را سپری کرده و یکی از دردناکترین این اتفاقات مهاجرت بیشمار و غم‌انگیز ورزشکاران ایرانی بوده که هر یک در جای خود میتونستن با حمایت بیشتر بدرخشند. خصوصا در سالی که گذشت شاهد رشد بیشتر این مقوله بوده ایم که بسیار ناراحت کننده است. به تازگی خبری غیر رسمی از کیمیا علیزاده دست به دست میشود که گویا وی قصد بازگشت به ایران را دارد. به همین مناسبت در ادامه این ویدیو از باید بدانیم فهرستی از ورزشکارانی که با پرچم و نام ایران خداحافظی کردند را با هم مرور میکنیم. کیمیا علیزاده، دختر تکواندوکار ایرانی. کیمیا علیزاده در 19 تیر 1377 در شهر کرج به دنیا آمد. خانواده کیمیا اصالتاً آذری هستند. وی جوانترین مدال‌آور تاریخ ایران در ادوار المپیک است. در ورزش ایران هرگز سابقه نداشته که از یک دختر ورزشکار اینگونه استقبال شود. نجمه خدمتی در 18 سالگی و در رقابت‌های تیراندازی بازی‌های آسیایی قهرمان شد و در بازگشت به ایران با استقبال باشکوه مردم زادگاهش روبرو شد. اتفاقی که برای خدیجه آزادپور وشوکار و قهرمان بازی‌های آسیایی در سال 2010 افتاد و یا شهربانو منصوریان دیگر وشوکار مطرح ورزش کشور. اما این یکی واقعا بی سابقه بود. استقبالی که از کیمیا علیزاده شد در هیچ بازه زمانی تاریخ ورزش ایران سابقه نداشته است. در سطح شهر کرج هم بنرهای فراوانی بابت تبریک به این تکواندوکار دیده می شد. کیمیا علیزاده با حامد معدنچی از والیبالیست های سابق تیم ملی ازدواج کرده است. 19 دی 1398 خبر رسید که کیمیا علیزاده تصمیم گرفته است در مسابقات آتی خود در عرصه‌های مختلف خارج از پرچم جمهوری اسلامی ایران بازی کند. این تصمیم زمانی به گوش رسید که تصویری از کیمیا علیزاده با پوشش نامتعارف داخل کشور در حال تمرین در کشور هلند منتشر شد. او با تمام اتفاقات خوب و بد که با آن در ایران روبرو شد، پس از خروج از ایران در نشست خبری که در کشور آلمان برگزار شد گفت: مهاجرت کردم تا به آرامش برسم. شهره بیات، داور برجسته شطرنج جهان. شهره بیات 23 اسفند 1365 در شهر رشت استان گیلان به دنیا آمد. او نخستین بانوی داور بین المللی شطرنج رتبه آ در آسیا و آموزگار فدراسیون جهانی شطرنج است که داوری مسابقات مهمی از جمله فینال قهرمانی شطرنج بانوان جهان را در کارنامه دارد. بیات به کشور آلمان مهاجرت کرده و به گفته خودش قصد بازگشت به ایران را ندارد. وی در حالی که در مرحله دوم مسابقات در روسیه به سر می برد، رسانه‌های داخلی اعلام کردند که وی پناهنده شده است. نوید زنگنه، کشتیکار. وی متولد سال 1375 در توابع تهران، کشتیگیر آزادکار ایرانی و عضو تیم ملی کشتی ایران بود. این کشتیگیر با لیاقت ایرانی هم یکی دیگر از ورزشکاران مهاجرت کرده است که مقصد کانادا را پیش گرفت و از این پس برای این کشور در رویدادهای بین المللی به رقابت خواهد پرداخت. زنگنه آبان ماه 98 راهی کانادا شد و در این کشور اعلام کرد که دیگر به ایران باز نخواهد گشت. او از سال 2022 نیز رسما برای کانادا در رویدادهای بین المللی کشتی میگیرد. میترا حجازی پور، شطرنج باز. میترا حجازی پور 20 بهمن 1371 در شهر مشهد متولد شد که درجه استاد بزرگی بانوان را در سال 2015 به دست آورد. وی در سال 1391 قهرمانی شطرنج زنان ایران را کسب کرد. او نیز از دیگر ورزشکاران مهاجر است که عازم کشور فرانسه شده است. علیرضا فیروزجا، شطرنج باز. علیرضا فیروزجا 28 خرداد 1382 در بابل متولد شد. وی از دیگر شطرنج بازهای ایرانی است که نام وی در جوان 2020 در صدر رده‌بندی شطرنج جوانان جهان قرار گرفت. فیروزجا در دسامبر 2019 اعلام کرد که دیگر با پرچم ایران در مسابقات شرکت نمی‌کند.
او در مسابقات جهانی روسیه در دسامبر 2019 با پرچم فدراسیون بین المللی شطرنج شرکت کرد و در دور نهایی در سکوی دوم شطرنج سریع جهان قرار گرفت. فیروزجا در سال 94 و در سن 13 سالگی موفق شد احسان قائم مقامی اولین استاد بزرگ شطرنج ایران را شکست دهد. وی جوانترین استاد بزرگ تاریخ شطرنج ایران است که توانست در فروردین سال 1397 و در سن 14 سال و 10 ماه به این عنوان دست یابد. عنوانی که پیش از او در اختیار پرهام مقصودلو با 16 سال و 1 ماه بود. مهدی خدابخشی تکواندوکار. مهدی خدابخشی متولد 1 اردیبهشت 1370 در تهران، تکواندوکار ایرانی با تابعیت صربستان است. خدابخشی سال 1390 وقتی 20 ساله بود، اولین بار توانست طلای مسابقات قهرمانی ارتش‌های جهان را در کشور ویتنام به نام خود ثبت کند و مدال طلای وزن 87 کیلوگرم در بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی 2013 اندونزی و قهرمانی در مسابقات جهانی تکواندو 2015 از دیگر افتخارات این ورزشکار ایرانی است. خدابخشی به عنوان جانشین یوسف کرمی وارد تیم ملی ایران شد، اما بی‌مهری با ورزشکاران باعث شده یکی پس از دیگری دنبال مهاجرت و تغییر تابعیت باشند. غزل حکیمی فرد شطرنج باز. از دیگر ورزشکاران مهاجر که تغییر تابعیت داده و عازم سوئیس شد میتوان به غزل حکیمی فرد اشاره نمود. ایشان 25 فروردین 1373 در تهران متولد شد. یکی دیگر از شطرنج بازان ایرانی و استاد بزرگ زنان لقب گرفته است. وی از سال 2020 فدراسیون شطرنج خود را از کشورمان به سوئیس تغییر داد و از این پس زیر پرچم این کشور در مسابقات بین المللی شرکت خواهد کرد. او پیش از این تغییر پرچم و در آخرین رنکینگ جهانی در سال 2020 با ریتینگ 2265 در رده 54 شطرنج بازان ایران قرار داشت. سعید مولایی جودوکار. مولایی 5 دی 1370 در تهران متولد شده است که در بازی‌های المپیک تابستانی 2016 حضور داشت. وی در مسابقات جهانی جودو نماینده ایران بود و نشان برنز و همچنین نشان طلا را کسب کرده است. او در آذر 98 شهروند مغولستان شد و از این به بعد با پرچم آن کشور در مسابقات شرکت خواهد کرد. در آخر هم محمد منصوری سرمربی تیم ملی جودوی ایران که او هم پس از مهاجرت مولایی پناهنده آلمان شد. وی در گفتگو با رادیو فردا درباره دلایل مهاجرتش گفته بود: دیگر انگیزه نداشتم، جان به لب شده بودم، خانه از پای بست ویران است، تا الان هم جان میکندم که دوام آوردم. آنجا نمیشود کار کرد، نمیگذارند کار کنی. با برنگشتن سعید میخواستند همه چیز را سر من خراب کنند و هنوز ایران بودم که مینوشتند دارم با صهیونیست ها همکاری میکنم. همراهان عزیز، مرسی که تا پایان این ویدیو از باید بدانیم با ما همراه بودید. لطفاً نظر خودتون رو درباره این ویدیو و مهاجرت ورزشکاران از ایران از طریق کامنت با ما و دیگر همراهانمان به اشتراک بگذارید. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتون.